سلام، خوش اومدین. امروز میخوایم یک کار خیلی جالب و بسیار بسیار مهم بکنیم و اونم اینه که فرض کنید که یک میدان مغناطیسی داریم در فضا که این شکلی هست، یعنی دیگه حتما میدونید داره از صفحه کامپیوتر یا تلویزیون یا کاغذ، من همیشه این ستا رو با هم میگم، میاد به سمت صورت شما. خب یعنی داره از صفحه خارج میشه. حالا فرض بکنید که یک سیمی من دارم اینجا داخل این میدان که از این سیم یک جریانی داره در این راستا عبور میکنه و اندازه این جریان هست 2 آمپر. خب و همون جوری که یادتون هست ما جهت جریان رو جهت حرکت بارهای مثبت فرض میکردیم. داخل پرانتز من دوباره یادآوری کنم، بارهای مثبت حرکت نمیکنن، الکترون ها این که حرکت میکنن. ما برای اینکه شما رو گیج کنن فیزیکدان ها اینو فرض کردن که جهت جریان جهت حرکت بارهای مثبته. به هر حال خب پس الان در حقیقت بارهای مثبت، یعنی اینجا بارهای مثبت دارن در این راستا حرکت میکنن، درسته؟ حالا شما یک بار مثبت رو اینجا در نظر بگیرید، خب که این بار مثبت یک سرعتی داره به این سمت دیگه، درسته؟ چون در یک جریانیه و داره حرکت میکنه. نیروی وارد بر این بار مثبت رو من میتونم حساب بکنم، من در حقیقت جلسه قبل اینو حساب کردم، یعنی نیروی وارد بر یک بار مثبت کیو که اینجا قرار داره و داره حرکت میکنه هست کیو ضرب در وی ضرب در بی، یعنی وی یعنی ضرب خارجی سرعت و اندازه میدان، درسته؟ در حقیقت من کاری که دارم میکنم اینه که یک تیکه خیلی کوچولو از این سیم رو فرض میکنم، مثلا این، و باری که توش هست رو در نظر میگیرم و میگم که نیرویی که داره بر اون قسمت وارد میشه این هست کیو ضرب در وی ضرب در بی. قبوله؟ آره دیگه، چرا قبول نباشه؟ این فرمولی که جلسه قبل با هم پیداش کرد. خب حالا من فرض کنید میتونستم سرعت این بار رو اندازه بگیرم. چجوری؟ بگم که این بار برای اینکه از این نقطه برسه به یک نقطه مثلا اینجا به فاصله L از خودش چقدر طول میکشه و بعد بیام بگم طبق تعریف سرعت، سرعت برابر هست با جابجایی تقسیم بر زمان دیگه، درسته؟ یعنی من اگر میتونستم حساب بکنم چقدر طول میکشه این بار مثبت از این نقطه بیاد به این نقطه که فاصلش L هست، سرعت رو اینجوری به دست می آوردم. بنابراین اگر اینو قرار بدم در این فرمول میفهمم که نیرو مساوی میشه با بار ضرب در 1/3 جابجایی، یعنی بار مثبت چقدر طول میکشه که جابجا بشه بیاد اینجا، ضرب خارجیش با بی، یعنی ضرب خارجیش با میدان مغناطیسی، که این رو شما از من قبول بکنید که این مساوی میشه با کیو تیوم، یعنی من میتونم این رو چون یک عدد هست و جهت نداره بیارم بیرون، ضرب خارجیش با ال ضرب در ضرب خارجی جابجایی و میدان مغناطیسی. خب پس این قسمت رو شما از من قبول کردید که در حقیقت ضرب خارجی 2 بردار ضرب در یک عدد ثابت مساوی میشه با اون عدد ثابت رو بیارم بیرون و اون دوتا رو با هم دوباره ضرب خارجی بکنم. قبوله؟ خب الان این داره به من میگه که اگر این بار کیو من تی تا طول بکشه که از این نقطه بیاد به این نقطه، از نقطه 1 بره به نقطه 2 و جهت جابجایی در این راستا باشه، یعنی ال 1 برداره، در این صورت نیروی وارد بر بار کیو من در طول این مسیر، در تمام طول این مسیر برابر هست با کیو تیوم ضرب خارجی ال و بی ضرب خارجی جابجایی و میدان. خب این الان خیلی فرمول خوبیه برای ما و ما خیلی دوستش خواهیم داشت، به این دلیل که این کیوتیوم رو من میدونم که طبق تعریف برابر هست با جریان، یعنی جریانی که از این سیم میگذشت طبق تعریف برابر بود با کیو تقسیم بر تی دیگه، یعنی جریانی که از این سیم میگذشت بود بار تقسیم بر زمان و این دقیقاً تعریف جریانه. در نتیجه وقتی که از یک سیم داره جریان میگذره، نیرویی که وارد بر هر قسمت از اون سیم داره میشه برابر هست با جریانش در L ضرب در B که L طول اون قسمته، یعنی نیرویی که داره بر این قسمت سیم وارد میشه برابر هست با جریان سیم ضرب در طول اون قسمت سیم، در حقیقت ضرب در طول اون قسمت سیم ضرب خارجیش با میدان، که این L در حقیقت این L یعنی جهت L جهت جریان هست. پس در نتیجه جهت، یعنی این ضرب خارجی رو ما باید در جهت جریان ضرب در جهت میدان مغناطیسی صورت بدیم و این الان خیلی فرمول جالبیه، یعنی ما تونستیم از یک فرمول
که فقط برای یک بار الکتریکی بود، به ما میگفت یک بار در میدان مغناطیسی چه اتفاقی براش میفته، برسیم به یک فرمول کاملا جامع و تحلیل بکنیم که برای یک سیم حامل جریان چه اتفاقی داره میفته، و دیدیم که برای یک قطعه از اون سیم به طول L این نیرو داره بر اون وارد میشه و من تونستم دقیقا این رو حساب بکنم. خیلی هم خوب، یعنی این فرمول واقعا فرمول دوست داشتنیه. من هر وقت به اینجاها میرسم نسبت به فیزیک واقعا هیجان زده میشم. یعنی خیلی جالبه که من تونستم الان یک چیزی که در الکتریسیته جاری یاد گرفتم و متصل کنم به یک چیزی که در مغناطیس یاد گرفتم. حالا بیاید جهت این نیرو رو حساب بکنیم. خب جهت این نیرو درست همون قانون دست راسته، یعنی شما انگشت شستتون رو در راستای جابجایی میگیرید یا در راستای جریان، انگشت اشارتون رو در راستای میدان میگیرید و در این صورت انگشت سومتون که عمود برای این دوتا باید گرفته باشیدش نیرو رو نشون میده. الان اگه برای این کار، برای این شکل این کار رو انجام بدید، یعنی شستتون رو بگیرید در راستای جریان و انگشت اشارتون رو بگیرید در راستای میدان مغناطیسی، خواهید دید که نیرویی که به دست میارید به سمت پایین هست. یعنی الان به این سیم، به این سیم به طول L داره یک نیروی F به سمت پایین وارد میشه. خب دیگه بقیه کارها خیلی ساده است. مثلا من میتونم بگم که اندازه این نیروی F من برابر هست با I اندازه جابجایی، یعنی اندازه اون قطعه سیم ضرب در اندازه میدان ضرب در سینوس تتا، که تتا زاویه بین جریان هست با میدان مغناطیسی. درسته؟ پس من میتونم خیلی راحت اندازه رو به دست بیارم و این بلافاصله به من نتیجه میده که اگر میدان مغناطیسی مثلا در این راستا باشه، در این صورت اگر جریان هم در همین راستا باشه یا در راستای عکس باشه، در این صورت نیروی وارد بر جریان صفر میشه، به این دلیل که سینوس صفر درجه یا سینوس 180 درجه برابر صفر هست. و باز من بلافاصله نتیجه میگیرم که اگر جریان عمود باشه بر میدان مغناطیسی مثل این شکل که جریان اصلا در یک صفحه عمود بر میدان مغناطیسی هست، در این صورت جریان این سینوس تتا میشه یک و نیرو حد اکثر مقدار خودش رو کسب میکنه. یعنی من میتونم بگم F حد اکثر یا F ماکسیموم برابر هست با جریان ضرب در طول سیم ضرب در میدان. یعنی این حد اکثر نیرویی هست که به یک قطعه سیم که جریان آی ازش میگذره و طولش ال هست در میدان بی میتونه وارد بشه، و این در حالتیه که این دوتا بر هم عمود باشن. خیلی مبحث مهمه، میتونم بگم مهمترین مبحث مغناطیس هست. بنابراین ویدئوی بعدی که من میخوام از این مبحث تمرین حل کنم رو حتما نگاه بکنید قبل از رفتن به ویدئوی بعدیش. فعلا خداحافظ.